همه زیر سایه من می نشینند، اما می گویند وقتی خوش بشه چه چوبهایی ازش باقی می ماند. مرتضا وقتی داشت اینها را در داستانش می نوشت و به درخت جان می داد، خودش تازه جان گرفته بود. فکر می کرد مثل درخت داستانش، مسئولیتش به درد کسی خوردن است. درهای مدرسه را باز گذاشته بودند، باز تا او برود با محمود و سعید و سخیداد پشت میزهای رسمی، در کلاسهای رسمی، در مدرسه رسمی و کنار پسرهای رسمی ایرانی بنشیند و درس بخواند. اما نشد. مدرسه فقط یک سال برای او جا داشت، برای او و بقیه دوستان پاکستانیش که پارسال دلشان پر امید بود و حالا خالی از هر امید. مرتضای 15 ساله مثل بقیه بچه های بلوچ پاکستانی که خانواده هایشان از 40 سال پیش به ایران آمدن و بعد کم کم در حاشیه شهرها، خانه که نه، آلونکی از چوب و خرده آهن به پا کردن، در حاشیه شهر ری زندگی می کنند. یعنی خشنگ عقبگرد کردن، یعنی یه جورایی ناامید شدن. و شما الان می دیدین بچه ها صحبت می کردین، ناراحت هم راجع به این مسئله که صحبت می کنن. فکر کنی اگر بری مدرسه مثلا برای آیندت چه تأثیری داره؟ یعنی دوست داری که مثلا آینده چه کاری انجام بدی؟ به چه چیزی علاقه داری؟ بگم چند نفرش تو کلاس ما میتونستم فهمیدم که شما پاکستانی هستیم. خب بفهمن، یعنی شما میخواین پنهون بکنین، دوست نداریم که خیلی کسی بفهمه شما پاکستانی هستیم. چرا؟ دوست ندارم که کسی بفهمه که مثلا ما پاکستانی هستیم. یعنی دوست داری؟ نه، یعنی مثلا من خودم دوست داشتم، مثلا فرق نکنه، همه ما انسانیم. اگه میگفتم که مثلا خود مدیر میدونست که ما مثلا از این بر خانم مدیر نمیخواست که بچه ها بگذر نمیخواست که کوراهای جاده فیروزآباد. دخترهای پاکستانی را زود به خانه شوهر می‌فرستند.